you taking me? Now, why would I tell you? استودیوی سوپر مسیف گیمز بدون شک تو بخش قابل توجهی از تاریخ 11 سالش تشکیل شده از بازیسازهای بینامونشونی بود که اکثراً بازیهای متوسط رو به بازار میفرستادن. اما آنتیل داون محصول سال 2015 میلادی تبدیل به نقطه عطف کارنامه اونها شد و کاری کرد که یهو رسانه‌ها و مخاطبا سوپر مسیف رو به عنوان سازنده یه مدل خاص از بازی‌های داستان محور بشناسن. ولی آیا سازنده های آنتیل داون با The Dark Pictures Man of Medan تونستن از خودشون جلو بزنن یا در حد قبل هم نموندن و پس رفت کردن؟ همراه زونجی و بررسی بازی باشین. Man of Medan به عنوان اولین بازی از یک مجموعه آنتولوژی و ترسناک به اسم The Dark Pictures قصه 4-5 ساعته با محوریت 5 تا دختر و پسر جوان رو روایت میکنه که برای تفریح و غواصی به وسط اقیانوس میرن. شخصیت هایی که دقیقا به سبک بی مووی های باحال سینمای وحشت آروم آروم درگیر داستانه بزرگتر و ماجرای خوفناکی میشن که انگار راه فراری ازشون وجود نداره. همه چیز هم از جایی جالب تر میشه که بدونین سرنوشت کانراد، فلیس، براد، الکس و جولیا کاملا تو دستای شما قرار گرفته. Man of Medan چه وقتی اونو تنهایی بازی کنین و چه وقتی با یک تا چهار تا از دوستاتون باهاش وقت بگذرونین از پس سرگرم کردنتون برمیاد. اما به این شرط که دنبال یه تجربه ترسناک، فراموش شدنی و لذت بخش باشین. بازی با اینکه تو اکثر مواقع صرفاً به کمک جامپ اسکرها ترس رو به وجودتون تزریق میکنه، تو فضاسازی ها هم استاندارده. همینم در کنار تنوع بالای محیط ها و صداگذاری های پر جزئیاتی که مو به تنتون سیخ میکنن باعث میشن که تو اواسط بازی هرچی جلوتر میرین ترس ها هم براتون بزرگتر بشن. سازنده ها هوشمندانه با قرار دادن مواردی تاثیرگذار روی گیم پلی مثل یه سری تابلو تو محیط که با دیدنشون تصویر ناواضحی از یک آینده تلخ یا شیرین محتمل رو میبینید شما رو به گشت و گذار دعوت میکنن. اما رفتن به اتاقهای بیشتر تقریبا همیشه هم معنی با از جا پریدنهای جدیتر هم هست، چون سازنده ها واقعا ایده های مناسبی برای طراحی جامپ اسکرها داشتن و با روش های مختلف بارها و بارها وقتی به اشتباه گاردتون رو پایین آوردین بدجوری ازتون پذیرایی میکنن. خاصیت همه اینا هم چیزی نیست جز اینکه وقت گذراندن بیشتر تو محیط‌های Man of Medan تقریبا همونقدر که ترسناکه مفید هم باشه. هرچند که یکی از ایرادهای بازی به دوربین اون برمیگرده که تمام تمرکز سازنده‌ها تو طراحیش به قاب‌بندی‌های سینمایی و جذاب بوده. نتیجه همینه که بازی همیشه با تصاویرش حس دیدن یه فیلم رو بهمون میده، اما تو بعضی مواقع هم واقعا کنترل کاراکتر رو به کار رو اعصابی تبدیل کرد. Maybe this is what scared everyone off. این وسط البته نباید به یه ایراد فنی دیگه هم بی‌توجه بود. Man of Medan در عین اینکه انیمیشن های صورت کاراکترها رو عالی طراحی کرده و در کل از حیث گرافیک فنی و هنری عملکرد قابل قبولی داشته، گاهی مواقع با افت فریم، دیر لود شدن بعضی از بافت ها یا گیر کردن های لحظه‌ای کمی خودزنی میکنه، چون شاید این مشکلات فنی با چند تا بروزرسانی قابل رفع باشن و در اکثر مواقع هم تأثیر روی تجربه مخاطب نذارن. ولی ای وای از اون روزی که یه جامپ اسکر یا بخشی از اتمسفر ترسناک بازی فدای یکی از این اشکالا بشن و بعضی بازیکن‌ها به خاطر این مشکلات کوچیک اما غیر قابل انکار یه فرصت واسه جیغ زدن رو از دست بدن. احتمالاً سوال بزرگی که خیلی‌ها درباره Man of Medan دارن به ماهیت گیم پلی اون برمیگرده. و خب در جواب باید گفت که این بازی دقیقاً المان‌های آنتیل داون رو در قالبی نسبتاً متفاوت توی خودش پیدا کرده.
طوری که انتخاب‌های شما به شکلی عالی و منطقی اما نه پیش پا افتاده و قابل حد رو داستان تأثیر می‌ذارن و می‌تونن منجر به مرگ تک تک کاراکترها یا زنده موندن همه اونا بشن. اما اینم نمیشه انکار کرد که بخش‌های قابل توجهی از گیم‌پلی بازی به حرکت تو محیط، ترسیدن، تعامل ساده با برخی اشیا، مطالعه بعضی نوشته‌ها و دکمه‌زنی اختصاص دارن. با این حال سازنده ها از ترکیب همه اینا با مکانیزم هایی مثل مکانیزم مخفی موندن از دست دشمن ها که باعث میشه نفستون رو تو سینه حبس کنید و فقط به درست و به موقع زدن یه دکمه بر اساس ریتمی خاص اهمیت بدین، بازی رو به تعادل خوبی رسوندن. طوری که مخالفای این سبک اصلا نباید سمتش برن و آدم‌هایی که دنبال چنین تجربه‌ای می‌گردن اصلا از وقت گذروندن با اون ناامید نمی‌شن. با همه اینها متاسفانه پرده سوم داستان The Dark Pictures Man of Medan اصلا به خوبی پرده اول و دوم اون نیست. یعنی رسماً تو پایان بندی بازی با داستانی نسبتاً سطح پایین‌تر، تو روایتی بی حساب و کتاب‌تر، ترس‌هایی کم‌جون‌تر و لحظاتی فراموش شدنی‌تر سر و کار داریم. هرچند که خوشبختانه چون سازنده‌ها این بار برخلاف زمان ساخت آنتیل داون اجباری برای طولانی کردن بازیشون نداشتن و این قصه رو همون قدری که باید طول می‌کشید طول دادن، تقریباً همه مخاطبای هدف من آف میدن قبل از اینکه از تجربهش سیر بشن سکانس پایانش رو می‌بینن. اونم در حالتی که دلایل زیادی برای تکرار بعضی بخش‌ها دارن و به لطف قیمت‌گذاری $30 سازنده‌ها و ترس شیرینی که تحویلشون داده شده می‌دونن محصولی منصفانه رو خریدن و احتمالاً شروع به انتظار کشیدن برای The Dark Pictures بعدی می‌کنن. Probably shouldn't have said that.